میشه گفتش که در این 4 سالی که گذشت در از سالهای طلایی رو ما میتونیم نام ببریم که همینطوری گفته شد به حال با روی کار آمدن بایدن، البته 47 سال مشاورت از دوران سقوط شاهنشاه آریامهر که خود بایدن در کنار کارتر بوده تا حسین اوباما و همینطور کلینتون ها تا به امروز اسرائیل آشنایی داره، برای که در 20 سال اخیر نتانیاهو که روی کار بوده چه از نظر اقتصادی چه از نظر هژمونی امنیتی در خلیج فارس و غیره یک هماهنگی راهبردی و استراتژیک و ژئوپلیتیک بین اسرائیل و دول منطقه مخصوصا خلیج همیشه پارس ما داریم، و اینی که در حال حاضر دلفین های یعنی زیر دریایی های اتمی اسرائیل در حال حاضر در خلیج فارس هستند، یعنی بوتس اندرگراوند و گنبد آهنی نه فقط در اسرائیل آمده جایگزین شده، حتی الان در کشورهای اماراتی آماده آن هستند که بتونن در هر گونه رویاروی نظامی رو با جمهوری اسلامی داشته باشن. این بحث